بارها در مورد این صحبت کردیم که جرم ستاره ها، سیاره ها، کهکشان ها یا هر چیز دیگه‌ای باعث خمیدگی بافت فضا زمان میشه. اما یه سوال جالب، حضور میلیاردها میلیارد کهکشان داخل جهان چه اثری روی کل فضا زمان داره؟ آیا جهان ما توی بزرگترین مقیاس خودش به خاطر وجود این همه جرم خمیده شده؟ اگه اینطوره چه ویژگی‌هایی داره؟ شکل هندسیش چیه؟ این خمیدگی چه اثری روی سرنوشت نهاییش میتونه داشته باشه؟ چه سرنخ‌هایی به ما میده در مورد نحوه تولدش؟ امروز میخوام نکات جالبی رو بگم که کمتر در موردش صحبت شده. اسپانسر این برنامه شرکت فیوتک از جنوب کالیفرنیا است. یه شرکت پیشرو در تولید سنسورهای دقیق و قابل اطمینان. سنسورهای فیوتک همه جا هستن. اندام‌های مصنوعی، ابزار پزشکی، ساعت‌های هوشمند، ربات‌ها، کاوشگرهای فضایی و خیلی موارد دیگه. برای اطلاعات بیشتر به سایت یا لینکدین این شرکت مراجعه کنید که آدرسشون زیر همین ویدیو هست. برای بررسی شکل هندسی جهان، اول باید درک مناسبی داشته باشیم از مفهوم خمیدگی یا انحنا. یه صفحه تخت رو در نظر بگیرید. میدونیم که این یه محیط دو بعدیه. طول و عرض داره ولی ارتفاع نداره. شکلای هندسی دو بعدی که روی این صفحه میکشیم از قوانین مشخصی پیروی میکنن. مثلا همه مثلث‌ها جمع زاویه‌های داخلیشون میشه 180 درجه، یا اینکه دو تا خط موازی هیچ‌وقت همدیگر رو قطع نمیکنن. این ویژگی‌ها مربوط میشه به شاخه‌ای از ریاضیات به نام هندسه اقلیدوسی. به مدت هزاران سال فقط با همین هندسه سر و کار داشتیم. اما تقریباً از دو قرن پیش ریاضیدان‌ها با اضافه کردن خمیدگی به یه صفحه تخت به حالت‌های جدیدی رسیدن. دو نوع خمیدگی مختلف داریم، مثبت و منفی. اونایی که حالت کروی یا بیضوی دارن مثبتن، اونایی که شبیه زین اسبن و حالت حزلولوی دارن منفی‌ان. خمیدگی مثبت باعث میشه مجموع زاویه‌های مثلث بیشتر از 180 بشه، خطوط موازی هم به همدیگه نزدیک بشن. ولی خمیدگی منفی برعکسه، یعنی مجموع زاویه‌های مثلث از 180 کمتر میشه، خطوط موازی هم از هم دور میشن. پس بعد از اضافه کردن خمیدگی دیگه قوانین هندسه اقلیدوسی جواب نمیده. وارد یه شاخه جدیدی میشیم به نام هندسه نااقلیدوسی. اینجا یه نکته مهم وجود داره. وقتی یه صفحه تخت رو خمیده می‌کنیم، اینطور نیست که از حالت دو بعدی تبدیل بشه به سه بعدی. همچنان یه محیط دو بعدی محسوب میشه. تمام شکل‌ها و نقطه‌ها روی سطحش قرار می‌گیرن. ارتفاعی ندارن. در مورد یه محیط سه بعدی هم دقیقاً همینطوره. این یه فضای سه بعدی تخته، این یکی خمیده است. خیلی از ما وقتی صحبت از تخت بودن میشه، ذهنمون میره به سمت محیط دو بعدی، در حالی که فضای مورد نظر ما هر چند تا بعدی که داشته باشه میتونه تخت محسوب بشه، فقط کافیه هیچ خمیدگی نداشته باشه. پس اگه یه محیط دو بعدی رو اونقدر خمیده کنیم که به شکل یه کره در بیاد، بازم دو بعدیه. از قوانین هندسه نااقلیدوسی پیروی میکنه. کاملا فرق داره با یه کره معمولی. این یکی فقط یه کره است که داخل یه محیط سه‌بعدی قرار گرفته بدون هیچ خمیدگی. حالا برگردیم به همون حالت دو بعدی. خمیدگی این فضای دو بعدی رو بدون کمک یه بعد اضافی سوم نمیشه به راحتی دید یا درکش کرد. چون همونطور که میبینید اینطور به نظر میاد که این خمیدگی یه ارتفاع بهش داده، وارد بعد سوم شده. در مورد فضای سه بعدی هم همینه، یعنی برای درک خمیدگیش نیاز به یه بعد اضافی چهارم داریم، برای همین نمیشه به راحتی نشونش داد. قبلا در مورد خمیدگی فضا زمان اطراف یه ستاره توضیح دادم، بیشتر جاها اینجوری نشونش میدن. این اشتباه نیست ولی کاملا درست هم نیست، چون برای سادگی بیشتر فضا زمان رو دو بعدی در نظر گرفته. حالت درستش اینه که یه محیط چهار بعدی نمایش بدیم که خمیدگیش وارد بعد پنجم شده. یه کار به شدت سخت یا حتی شاید بشه گفت غیر ممکن، چون مغز ما فقط فضای سه بعدی رو میفهمه. ابعاد بالاتر رو واقعا نمیتونیم تو ذهنمون مجسم کنیم. نهایتش میتونیم با ریاضیات و شبیه‌سازی‌های کامپیوتری یه مقدار بهش نزدیک بشیم.
خب حالا که مفهوم خمیدگی رو متوجه شدیم، میرسیم به سوال اصلی این ویدیو. کل جهان هستی چهار بعدی ما چه نوع خمیدگی داره؟ مثبت یا منفی یا اینکه کلاً هیچ خمیدگی نداره و تخت محسوب میشه؟ توی فضای دو بعدی دیدیم که خمیدگی مثبت شبیه یک کره سه بعدی بود. پس خمیدگی مثبت فضا زمان چهار بعدی ما هم شبیه یک ابرکره پنج بعدی میشه. منظور از ابرکره یعنی همون کره ولی با ابعادی بالاتر از سه. همچین جهانی اصطلاحاً گفته میشه که بسته است، یعنی یه اندازه محدودی داره. دقت کنید که اینجا چون من نمیتونم یه محیط پنج بعدی رو روی صفحه نشون بدم، از همون کره سه بعدی استفاده میکنم. ولی با وجود این محدود بودن، هیچ مرز یا لبه‌ای نداره. یعنی شما هر چقدر که جلو بری به لبه جهان نمیرسی. تهش برمیگردی به همون نقطه اول. دقیقا شبیه زمین خودمون. شما هر چقدر روی سطح زمین راه بری به انتهاش نمیرسی. اما آینده یه همچین جهانی چی میشه؟ سال 1922، الکساندر فریدمان، دانشمند روس، بر اساس نظریه نسبیت اینشتین، معادلاتی رو معرفی کرد که از نظر خیلی ها مهمترین معادلات کل کیهانشناسی هن. چون با قرار دادن عواملی مثل سرعت انبساط جهان، سرعت نور، مقدار کل ماده و انرژی، چگالی و چیزهای دیگه داخل این فرمول ها، میتونه سرنوشت جهان رو برای ما پیشبینی کنه. طبق معادلات فریدمان اگه جهان ما خمیدگی مثبت داشته باشه، در نهایت به نقطه‌ای میرسه که نیروهای گرانشی بین مواد سازندش در برابر انبساط بیشتر مقاومت میکنه. بنابراین انبساط جهان وارونه میشه و مواد سازندش میرن به سمت فشرده شدن توی یه نقطه، یعنی برعکس اتفاقی که زمان بیگ بنگ افتاد. به این وضعیت میگن بیگ کرانچ. حالت دوم اینه که جهان ما خمیدگی منفی داشته باشه. پس به شکل یه ابرحضلولیگون پنج بعدیه، یا در واقع یه چیزی مثل زین اسب ولی به جای اینکه سه بعدی باشه پنج بعدی. همچین جهانی برخلاف قبلی که بسته و محدود بود، باز و نامحدوده. یعنی از نظر اندازه هیچ محدودیتی نداره، تا بی نهایت میتونه ادامه داشته باشه. اما شباهتش با قبلی اینه که اینم هیچ مرز یا لبه مشخصی نداره. یعنی هر چقدر توی همچین جهانی حرکت کنید و جلو برید، به یه لبه‌ای نمیرسید که از اون به بعد دیگه هیچ چیزی وجود نداشته باشه. باز اینجا هم چون من نمیتونم یه ابرحضلولیگون پنج بعدی رو روی صفحه نشون بدم، این چیزی که میبینید حالت سه بعدیشه. طبق معادلات فریدمان، جهانی با خمیدگی منفی تا ابد به انبساط خودش ادامه میده. در نهایت به وضعیتی میرسه که دما خیلی خیلی پایین میاد و چگالی ماده به شدت افت میکنه. تعداد اتمهایی که توی حجم مشخصی از فضاست اونقدر کم میشه که دیگه امکان تشکیل هیچ ساختار جدیدی وجود نداره. حتی خود اتمها هم از هم میپاشن و جهان هستی برای همیشه میمیره. به این حالت میگن بیگ فریز یا انجماد بزرگ. سومین و آخرین حالتی که باقی میمونه اینه که جهان ما هیچ خمیدگی نداشته باشه یا اصطلاحاً تخت باشه. همچین دنیایی از نظر اندازه و مرز تقریباً شبیه حالت دومه که خمیدگی منفی داشت. یعنی هر چقدر که بخواد میتونه بزرگ باشه و اینکه هیچ مرز یا لبه مشخصی هم نمیشه براش تعیین کرد. طبق معادلات فریدمان تو این حالت بین انبساط جهان و کشش نیروی گرانش یه تعادل برقرار میشه، طوری که جهان تا ابد به انبساط خودش ادامه میده و گرانش هیچ وقت جلوی این اتفاقو نمیگیره. این یه جهان باز و بیکرانه، برخلاف جهانی با خمیدگی مثبت که بسته بود و با حرکت توی مسیر مستقیم در نهایت برمیگشتیم سر جای اولمون. اینجا دیگه همچین اتفاقی نمیفته. خب حالا سوال اینه که جهان ما واقعا کدوم یکی از این سه تا حالتو داره؟ شاید اگه یه مثلث غول‌پیکر بین سه تا کهکشان رسم کنیم و مجموع زاویه‌هاشو اندازه بگیریم،
جواب سوالمون رو پیدا کنیم. اگه دقیقاً بشه 180 یعنی جهان ما تخته، اگه بیشتر بشه خمیدگی مثبت داره، اگر هم کمتر بشه خمیدگی منفی. ولی خب انجام یه همچین کاری عملاً امکان پذیر نیست. در عوض میتونیم از ابزارهای دیگه استفاده کنیم، مثل تابش زمینه کیهانی و نوسانات آکوستیک باریونی. تو برنامه قبلی توضیح دادم که دقایق اولیه بعد از بیگ بنگ ذرات سازنده اتم تشکیل شده بودن، ولی دما اونقدر بالا بود که الکترون ها نمیتونستن با پروتون ها و نوترون ها ترکیب بشن و خود اتم ها رو بسازن. این وسط نور یا به طور دقیق تر پرتوهای الکترومغناطیسی هم وجود داشت، اما فوتون های نور بین این ذرات باردار سازنده اتم ها گیر افتاده بودن، چون دائما بهشون برخورد میکردن، جذب میشدن، بعدش دوباره توی یه جهت دیگه منتشر میشدن. نکته‌ای که وجود داره اینه که توی بعضی از قسمت‌های جهان اولیه، چگالی یا تراکم ماده یه مقدار خیلی کمی بیشتر از بقیه جاها بود. این نقاط با گرانش بیشتری که داشتن، کم کم ذرات اطرافشون رو کشیدن به سمت خودشون. از اون طرف برخورد دائمی فوتون‌ها به این ذرات، یه فشاری در خلاف جهت اون نیروی گرانش بهشون وارد می‌کرد و هولشون می‌داد به سمت بیرون. این باعث ایجاد پوسته‌های کروی شد که روی این کره‌ها تراکم ذرات ماده یه مقدار بیشتر بود. به این پوسته‌ها میگن نوسانات آکوستیک باریونی. باریون یه اسم دیگه برای پروتون و نوترونه. تقریباً 380 هزار سال بعد از بیگ بنگ، دمای جهان دیگه اونقدر پایین اومده بود که ذرات ماده تونستن ترکیب بشن و اولین اتم‌ها رو بسازن. در نتیجه دو تا اتفاق افتاد. اول اینکه فوتون‌ها آزاد شدن، دیگه میتونستن بدون هیچ مزاحمتی تو جهت‌های مختلف به حرکت خودشون ادامه بدن. حتی همین امروز هم داریم دریافتشون می‌کنیم و بهشون میگیم تابش زمینه کیهانی، که توی یه ویدیوی جدا کاملاً در موردش توضیح دادم. اتفاق دوم هم این بود که با خنثا شدن ذرات ماده، دیگه اون فشاری که از طرف فوتون‌ها بهشون وارد می‌شد از بین رفت. تا قبل از این هر کدوم از این کره ها با سرعت خیلی زیادی، تقریبا به اندازه نصف سرعت نور، رشد می کردن. ولی با حذف فشار فوتون ها این رشد متوقف شد. تو این وضعیت اندازه هر کدومشون حدود 500 هزار سال نوری بود، یعنی تقریبا 5 برابر قطر امروز کهکشان خودمون. از این به بعد دیگه فقط انبساط جهان اندازه این کره ها رو بزرگتر می کرد، طوری که بعد از 13.7 میلیارد سال قطر اینا رو 1000 برابر کرده، یعنی حدود 500 میلیون سال نوری. الان دیگه اون اتم های اولیه تبدیل شدن به کهکشان ها. البته تشخیص این الگوها کار راحتی نیست، چون تعداد این نوسانات آکوستیکی خیلی زیاد بوده. این کره ها حسابی با هم تداخل داشتن و قاطی شدن. برای همین ساختارهای شبکه مانندی که امروز میبینیم خیلی پیچیده تر و نامنظم تره نسبت به این تصاویر کامپیوتری. اما هدف از دونستن این موضوع چی بود؟ با اطلاعاتی که نوسانات آکوستیک باریونی به ما میده، میتونیم تشخیص بدیم که آیا جهان ما تخته یا خمیده است. فرض کنید ما اینجاییم و یک کهکشان توی نقطه مقابل رو انتخاب میکنیم. دیدیم که قطر این نواحی حدود 500 میلیون سال نوریه، که این میشه فاصله نسبتاً دقیق ما تا اون کهکشان. حالا بررسی می‌کنیم که آیا اندازه‌ای که از این کهکشان می‌بینیم با این فاصله همخوانی داره یا نه. اگه این کهکشان از چیزی که طبق فاصله‌اش باید به نظر برسه بزرگتر دیده بشه، به این معنیه که جهان ما خمیدگی مثبت داره، چون اینو خمیدگی باعث میشه پرتوهای موازی نور به هم نزدیک بشن. اگه کوچیکتر به نظر برسه، یعنی خمیدگی جهان منفیه، چون پرتوهای موازی رو از هم دور کرده. اگرم اندازش کاملا با فاصلش همخوانی داشته باشه، نشون میده که جهان ما تخته. غیر از این یه راه دیگه برای تشخیص خمیدگی جهان اینه که نوسانات آکوستیک باریونی رو مقایسه کنیم با الگوهای داخل تابش زمینه کیهانی، چون ساختارهای امروزی دنیای ما داخل نقشه‌های دقیقی که از این تابش تهیه کردیم قابل ردیابی‌اند.
هر دوی این روش‌ها نشون میدن که جهان ما توی بزرگترین مقیاس خودش تخته، نه خمیدگی مثبت داره نه منفی. باز یادآوری میکنم که تخت بودنش به این معنی نیست که روی یه صفحه قرار گرفته، فقط به این معنیه که توی همون چهار تا بعدش خمیدگی نداره. البته نوسانات آکوستیک باریونی فقط برای تعیین خمیدگی جهان کاربرد ندارن. اینا در واقع معروفن به خطکش‌های استاندارد کیهانی، چون دونستن همین الگوها و فاصله‌ها کمک خیلی زیادی به ما می‌کنه، مخصوصاً در مورد انرژی تاریک که به نظر میاد با ایجاد یک کشش منفی برخلاف گرانش داره سرعت انبساط جهان ما رو دائماً افزایش میده. پس این نتیجه نهایی ماست. شواهد مختلف دارن میگن جهان ما تخته. اما قضیه به همین سادگی هم نیست. در واقع اگه بخوایم خیلی ریزبین‌تر باشیم، بالاترین دقت اندازه‌گیری‌های مربوط به تخت بودن جهان 99.6% بوده. حدود 0.4% از جهان ما احتمالاً خمیدگی مثبت یا منفی داره. از این موضوع میشه دو تا نتیجه مختلف گرفت. حالت اول اینه که کامل نبودن این دقت به خاطر محدودیت‌های ابزاری ماست. شاید در آینده اونقدر پیشرفت کنیم که بتونیم با اطمینان 100% بگیم جهان ما تخته. حالت دوم که جالبتره اینه که این مقدار ناچیز خمیدگی که ممکنه وجود داشته باشه در واقع یه بخش خیلی کوچیک از یه کلیت بزرگتره. مثلا روی همین زمین خودمون توی اندازه‌های کوچیک اینطور به نظر میاد که سطح زمین صافه، ولی وقتی ازش فاصله میگیریم میبینیم کاملا کرویه. حالا در مورد جهان هستی هم بعضی‌ها یه همچین استدلالی دارن. معتقدن که ما فقط جهان قابل مشاهده رو اندازه‌گیری کردیم و به این نتیجه رسیدیم که 99.6% تخته. اگه میتونستیم مقیاس‌های خیلی بزرگترش رو اندازه‌گیری کنیم، احتمالاً به این نتیجه می‌رسیدیم که جهانی با خمیدگی مثبت به شکل کره 5 بعدی داریم، یا شاید هم جهانی با خمیدگی منفی به شکل یه هزلولی گونه 5 بعدی. در این صورت اندازش صدها برابر بزرگتر از چیزیه که امروز فکر میکنیم. به عنوان آخرین نکته یه توضیح کوتاهی میدم در مورد سوالی که تو کامنت‌های ویدیوی قبلی یعنی جهان قابل مشاهده زیاد پرسیده بودید. سوالتون این بود که اگه انبساط جهان باعث دور شدن کهکشان‌ها از هم دیگه میشه، پس چرا کهکشان‌هایی مثل راه شیری و آندرومدا دارن به سمت هم حرکت میکنن؟ جوابشو توی همون ویدیو توضیح دادم. انبساط جهان توی مقیاس‌های خیلی بزرگ عمل می‌کنه. داخل مسافت‌های کوچیک‌تر، کهکشان‌هایی که به هم نزدیکن، بینشون گرانش زیادی وجود داره که در برابر انبساط جهان مقاومت می‌کنه و باعث میشه به سمت هم کشیده بشن. انبساط جهان فقط کهکشان‌هایی رو از هم دور می‌کنه که با یه نیروی قوی‌تر مثل گرانش به هم قفل نشده باشن. تمام چیزهایی که تو این ویدیو گفتم فقط یه بخش کوچیکی از این داستانه. برای فهم عمیق‌ترش باید بیشتر وارد قواعد توپولوژی و هندسه بشیم که فکر می‌کنم ریاضیاتش برای خیلی خسته کننده است. مثلا یه مدل دیگه هم داریم به نام هایپرتورس، یه جهان دونات شکل با ویژگی‌های عجیب. در کل حرف اصلیمون اینه که الان تقریباً تمام شواهد نشون میده که جهان ما تخته، ولی شاید ما فقط داریم یه بخش خیلی کوچیکش رو اندازه‌گیری می‌کنیم که به این نتیجه رسیدیم. هیچ کس نمیتونه مطمئن باشه، چون متأسفانه ما کاملاً محدودیم به جهان قابل مشاهده که اونم محدود به سرعت نور.